عبرباد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. با نام یاد پروردگار یکتا و بی همتا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز عصر هلال و تلویزیون هلال. خوشحال هستیم که باز هم من نجیب الرحمن سمیر با همکار بسیار خوب محمد صادق ودان مهمان خانه های شما هستیم و با شما یک ساعت خواهیم بود. ودان سه وقت خودتان بخیر. ډیر مننه تاسو ما زیګردم په خیر وي. تاسو هم شرغلا سو یم درنول دین کونر په ډیر مهم مسایل باندې وږیږي چې ل دې جملې څخه بعد فیسبوک لنوي عینکو څخه پرده پورته کړو د ترڅنګ هغه موټر چې شیر وای او خبرې کوي په دې اړه بس لسه سره وږیږي. بله همچنان یک مهمان هم داریم که از هیئت پانتون ازهر شریف مصر در برنامه با ما خواهند بود و بیشتر صحبت میکنیم در مورد زبان عربی و ای که علاقه مندی چقدر دارند و همچنان در مورد از ای که بعضی از بورسی ها و مسائل هم مطرح شده که بورسی ها آمده به افغانستان و چطور میتونن همتانان ما هم اپلای بکنن هم درخواست بتن و دانسان به خاطر بورسی ها که از کشور مصر آمده. بیشتر صحبت خواهیم کرد با دکتر ایمن و صلاح در مورد این مسائل. ان شاءالله شما هم بیننده باشه. نو خبری ده بورسیس به خبری ده بهر سپه خبری ده بریالی توپ سپه صبغت الله حیدری ده محمد ضیا حیدری زوی که از مرام کران راست که دغه تصویر نشر کړی. نو دی په څلويشتو دی وادونو الکان چې ریاضیات زو هغه سره توسی و څلور زره ماشومان یا زدکون کې دوی سره توسی و او لومړی مقامی ګټلې دی پاغه څلويشتو هیوادو کې عربستان، هندوستان او پاکستان هم دی. نو د افغانستان لپاره ډیره مهمه خبره ده. زه به لنډه معرفي کوم د دې ترڅنګ چې هغه په هرات کې اوسیږي، اصلا هلمندی دی. نو په څلورم صنف کې دی. د تر څنګ د په مصاحبه کې ویل دي چې غواړي په راتلونکي کې د زړه ډاکټر سي تر څو کولی سي خپل د هیوادوالو ژوند وژغوري او اوږدمهاله. جالبه دا دی چې اوږدمهاله پلان یې دا دی چې د افغانستان ولسمشر سي. نو پلار یې هم فلزکار دی او هغه هم دا هیله لري چې د افغانستان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سي، ځکه د افغانستان هغه اصلي او مهم بنسټونه ماشومان جوړوي چې دوی ښه پرمختګ وکړي، ذهني خلاص وي. نو دا به دوی لپاره ډېر شي. بله انشاءالله بیشتر باش آشنا خواهیم شد تا اینکه به برنامهمون هم حتما هم برسن و میریم و پیام روز را که یک حدیث شریف است آماده نشده است. با همه یک جو بینندگان عزیز میبینیم و زود زود برمیگردیم و عصر هلال ادامه داره. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لحضرت أنس رضي الله عنه تخروايات دي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم وويل توك لتاسو تخا كامل مؤمن نشكي داي ترتو چه تشي چه دزان لپار خوكوي هغه د خپل ورور لپاره هم خوښ کړي. د بخاري او مسلم په روایت. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. پیام روز را با هم یک جوش میدیم در مورد حدیث شریف بوده. بالکل و این نکته خیلی ارزشمند و مهم است. ما دوست داشته باشیم با برادر خودتان چیده که با خود خود هم دوست داریم. مثلا صاحب ما بارهای نکته را میگم که ما بسیاری مسئله در کتاب ها خواندیم یا هم در نصوص شرعی خواندیم، ولی گاهی شده معمولا اکثریتی را تطبیق نکردیم. مثلا در این قضیه که ما دوست داشته باشیم با برادر خود آنچه که با خود هم دوست داریم و اگر چیزی را به خود نمیپسندیم با برادر خود هم نپسندیم، این مناسب یک مسلمان است که مسلمان باید چنین باشه. از خوراک و پوشاک گرفته تا هر کار کردی که در زندگی خود ما انجام میدیم تا هر عملی یا همه هر نیتی که با خود داریم با برادر خود هم داشته باشیم و با مسلمان دیگه که در برابر ما هست یا در کنار ما هست برازه هم داشته باشیم. و یه از خصوصیت های یک مسلمان هست، حتی در حدیث شریف آمده بود که ایمان مؤمن کامل نیست. لا یؤمن احدکم، یعنی مؤمن نیست هیچ یک از شما تا زمانی که دوست داشته باشد با برادر مسلمان خود چیزی را که با خود دوست داره. اگر ما چنین نباشیم پس مطمئن باشیم که به حد کمال ایمان ما هم نرسیده. آنچه که امام مودودی هم در کتابش در کتاب مسلمان بودن
این قضیه را ذکر میکنه و با صراحت این موضوع را بیان میکنه برای همه ما. بالکل. نو دندې سره ستام د ټوکټي غواړي پرمختګ وکړي او د دې ترڅنګ کغواړي په کور کې پاکوالی رامن سکړي نو باید شهر پاک وي. په همدې پلمه د شاروالۍ یوې برخې یو داسې پلان جوړ کړی دی چې ښارونه پریمینځي امې راټولوي. نو که زموږ همکاران هم زما نو کولی شي یو لنډ کلیپ دی هغه هم آماده کړي، ځکه په دې برخه کې موږ تصاویر اخیستې دي، هغه تصاویر به ور واچوو چې کومې نتیجې ته رسېږي. بله مهمه خبره دا ده، فکر کوم څوک چې نظم په کور کې ساتي هغه حتما په ښار کې هم ساتي. که یو آب میوه خوري یا جوس خوري نو اړتیا یو لس قدمه چا خواته ولاړ شي حتما تاسو ته یو دغه پیدا کېږي، یو اشغالدون پیدا کېږي، په هغه اشغالدون کې واچوي دا به ډېر شوي دی. ودان صاحب، من شاید در گذشته هم گفته باشم، مهربانی بازم میخوایم بگم که مثلا هر کدام از ما حویلی داریم، حویلی خانه ما هست. من دوست ندارم که یکی از عضو خانواده ما یک چیزی رو نوشیان بکنه و در صحن حویلی ما بندازه. متکی من دوست ندارم و هیچ عضو خانواده هم چنین چیزی رو دوست نداره. اگر دوست داشته باشه پس مندازه، و اگر یکی ما اشتباه را بکنه دوم نفر دوم میای و را جمع میکنه در زبالدانی مربوطش در جای محل خاص خودش مندازه. چون بس که ما در شهر خود همین نکته را مراعات بکنیم و مسلمان آدم پاک است و پاکی از جز ایمان مسلمان است، اطهور شطر لیمان. و نکته دیگه هم میگه که وقتی که ما میگیم اطهور شطر لیمان، پاکی و نظافت صفی از شرط های ایمان است. بس مسلمان باید کار را بکنه. ماشاءالله. کن جدا از یه ودان سب جدا از یه. نه بیخی دیر چکتی شرا کرده. جدا از یه. این بس جدی است. صفایی و پاکی و نظافت را در طول تاریخ مسلمان ها اول را رایت کرده. نو از موج و همکاران رایی چیزی سبقت الله پاره چې لاند کلیپ ته غم پلی کوي، نو په ګډه سره ګورو چې دوی څنګه کولای شي په خپل ژوند کې بریالي واوسي. دغه علمدې ځوان چې په یو ناامنه ولایت کې پیدا شوی دی، اول ته د زده کړو زمینه هیڅ هم نه برابرېږي، بیا هم د همدغه سي پلار چې فلسکار دی د راولړېږي د دې زمينه خپل اولادې ته برابروي چې وکولای شي خپل زوی ته دغه راتلونکی وټکي. او زه ماشاءالله دومره تکړه دی چې وکولای شي خپل پلار هغه هیلی چې دی لري چې په فلسکاری کې وي، او نن راځي په څلويشتو هیوادونو کې د اول امریکایي او د افغانستان بیرغ په نړۍ د نړۍ په سطح باندې رپي. او دا کوچنی خبره نه ده. او لکه څنګه چې شمسیه جانی هم د کنکور اول مرسوي و داسې پرمختګ کړو. بله. و نکته دیگه هم ودان سبیره باید بگیم که ببینین، بازم من مجبور میشم سر اسلام بیم به خاطر از اینکه داشته های ما مسلمان ها خیلی اندک است. ودان صاحب، ما در کشور خود ببینیم داشته هایی که داریم هر کدام از ما با موارد خیلی کمی سر دوچار هستیم که یک کسی زندگی مرفه داشته باشه و بخواد با آرزوهای خود برسه، ولی با دست تنگی هم خودی هم مشکلاتی که داره، فقر و تنگ دستی که داره، انگیزه آموزش را داره، انگیزه تعلیم و تحصیل داره که به کجاها میرسه، مثل حیدری و بنو شمسیه که در کنکور هم باشه. نو دکتر صاحب هم رغلای دهید، دکتر صاحب سر بهم خبری بکنید تاس بگوری چه نجیب جان سنگ پرابی خبری کوی، او پا دوام نمایی که با تاس بگوری مش خبریال رازی او دا دوهی تا چه رئیس جمهور تلالای دهی و رسمش رخانی داخل سفر پاره بخبری وکرو چه چه پایلی ترسی تلالای دهی. نوزو لند وقفه اخلو بر تجاره کرسو. جناب استاد خوش آمدید. تشکر فراوان از مهمان نوازیتان. شما افغانستان و ملت افغان را چگونه یافتید؟ در ابتدا باید بگویم که افغانستان از دید من بهشت خداوند روی زمین است. چه از نگاه نعمت‌های فراوانش، چه از زمین‌ها و میوه‌های آن، چه از ناحیه کوه‌های شامخ این سرزمین و چه هم از بارش‌ها و دریاهای خروشانی که این کشور دارد، چه از بعد جمال و زیبایی این مرزبون باشد و یا چه هم از همه ابعاد. من یک نوع خیر و برکت را ملاحظه کردم.
در این سرزمین در حقیقت بخشش های بیشمار پروردگار وجود دارد. طبق معلومات بنده در این کشور 6 میلیارد متر مکعب زمین حاصلخیز وجود دارد. این در حقیقت یکی از کشورهای کمیافت جهانی است که در آن تمامی از کشتزارها، میوه‌ها، سبزیجات خودرو هست. بدون این که از مواد کیمیاوی استفاده شود. یعنی به طور کامل محصولات زمینیش خودرو و خالص و طبیعی است. از جمله ویژگی های این سرزمین این است که بزرگترین نعمتی که در ذکاوت طفل نقش بارزی را ایفا می کند در همینجا وجود دارد که عبارت است از میوه های خشک مثل بادام، چارمغز و مانند آن. به همین خاطر یک طفل که 2 ساله است اگر هر روز 7 دانه بادام را بخورد چنان هوش و ذکاوتش بیشتر می شود که هر روزه می تواند تا 200 کلمه را حفظ کند. افغانستان از جمله کشورهایی است که غنامندی دینی دارد. چی در عرصه حفظ و نگهداشت سنت باشد و چی در عرصه جهاد در راه الله متعال، چی در یادگیری قرآن کریم، چی در حجاب شرعی، چی در مسئله کثرت مساجد، چی هم در کثرت مدارس و دارالحفاظها و یا چی هم در عرصه کثرت علما. من زیادی از تصویرهای دانشمندان فانی را ملاحظه کردیم که آنها در بسیاری از کشورهای غربی مورد تکریم و بزرگداشت قرار گرفتند، حتی جوایز جهانی را کسب کردند. تصویرهای بیشمارشان را دیدم. اگر این مسئله برتری باشد، با شمار الله متعال به چیزهای زیادی برتری داده اند. در ابتدا باید بگیم که مؤسس نهضت اسلامی و فرهنگی در مصر در اصل افغان بود. این شخصیت والا جناب سید جمال الدین افغانی می باشد. خداوند متعال وی را مغفرت نماید. سید جمال الدین کلید اساسی برای ترویج فرهنگ ناب اسلامی در مصر بود. خداوند رحمتش نماید. اولین کسی که در زبان عربی کتابش را تصنیف کرد تا بدین وسیله شریعت الهی به آسانی فهمیده شود، او در حقیقت از باشندگان همین کشور بود. این شخصیت امام سیبوی می باشد که تا امروز هم کتابش خوانده می شود. وی کتابی دارد. این کتاب با نام خود کتاب مشهور است. حتی این که روزی از روزها فرزندش او را در خواب می بیند و از وی سوال می کند و برایش می گوید چی باعث شد تا خداوند برایت مغفرت کرد و شما را وارد بهش نمود. برایش گفت بر الله قسم ای فرزندم، هنگامی که در پیشگاه خداوند قرار گرفتم برایم گفت ای سیبوی، شما را وارد بهشت می سازم، زیرا کتاب را که خودت در علم نحو تصنیف کرده ای در آن چنین گفته ای: اسمای معارف یا معرفه 6 می باشد: اسم موصول، اسم اشاره، اسم علم، منادا، مضاف الیه. و هنگام که در مورد اسم علم حرف می زدی گفتی که اسم جلاله یعنی اسم الله متعال از مشهورترین اسم معرفه می باشد، زیرا به هیچ تعریفی نیازی ندارد. بر همین اساس شما را وارد بهشت می سازم. سبحان الله العظیم. و بزرگترین شخصیتی که مصدر دومی شریعت اسلامی یعنی حدیث را حفظ و نگهداری نموده از باشندگان همین سرزمین بود، امام البخاری رحمه الله. از همش و گفتاور این است که بزرگترین علمای حدیث و شارحین آن از باشندگان همین سرزمین بودند. امام بخاری و مسلم و امام ابو داود سجستانی و امام نسائی و امام ابن ماجه و دارقطنی و بیهقی و دیگریشان از همین سرزمین بودند و عبدالرحمن جامی و دیگران و امام مرغنانی در عرصه علم فقه و دیگران مانند ابو حنیفه النعمان، امام رازی در تفسیر. یک امام دیگر نیز وجود دارد که اگر وی را در یک پله ترازو قرار دهیم و تمامی علمای چارگانه را در پله دیگر ترازو قرار دهید، بدون شک پله وی سنگین‌تر و وزمین می شود. جناب دکتر صاحب، از این که شما از کشور مصر در اینجا تشریف آوردید، پس مردم به زبان عربی توجه دارند یا خیر؟ بدون شک مصر در حقیقت قبله علم و دانش در دنیا است که اسلام را به کشور وحی یعنی کشور سعودی عربستان انتقال ساخت. پانتون ازهر تقریبا 1000 سال قبل تأسیس شده است. کشور مصر در حقیقت جای میلیون ها از مؤذنین می باشد. مصر جایی است که وقتی حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه نامه را فرستاد، در جواب آن نامه امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه گفت چیز را از بخشش های مصر برای من ارسال کن. پس برایش یک قافله فرستاد که اولش در مدینه منوره بود و آخرش در منطقه فستاد بود. فستاد در اصل باغ‌هایی است که در قاهره موقع دارد. یعنی خلاصه این که طول این قافله به هزارها کیلومتر بود. یعنی این راه ها پر از بخشش و عطایا بود. تا امروز هم مصر قبله علم و ایمان است و به همین شکل خواهد ماند. خدا را شکر که در معهد ازهری بیش از 800 شاگرد وجود دارند
که از صنف اول ابتدایی تا صنف سوم ثانوی درس می خوانند. البته این معهد ازهری در کابل موقع دارد. همه محصلینی که علاقمند به درس باشند در اینجا می توانند درس بخوانند و زبان فصیح عربی را بیاموزند و همچنان قرآن کریم و مضامین شرعی را مانند فقه، تفسیر، توحید یعنی عقیده و حدیث و سیرت و تجوید و دیگر مضامین را می توانند یاد بگیرند و همچنان علوم زبان عربی را مثل نحو و صرف، بلاغت، ادب، مطالعه، انشاء، املا و خط را بیاموزند. خدا را شکر که ما در معهد خود بسیاری از محصلین افغانی را داریم که مشتاق زبان عربی هستند و حتی نزد ما بخشی از ترجمه نیز وجود دارد که در شبکه‌های تلویزیونی کار می‌کنند. مانند شبکه شمشاد، یک و خورشید و ملی و معارف و دیگر شبکه‌ها کار می‌کنند. هر دکتر و استادمان که به این شبکه‌ها کار می‌کنند، این ترجمان یک وسیله وصل بین نطاق و بین مهمان و برنامه‌اش می‌باشد که از زبان عربی به زبان‌های ملی مثل فارسی و پشتو در ترجمه مصروف می‌باشند. غیر از این، من شخصم و دیگر برادرانی که در هیئت علمای ازهر مصر کار می‌کنند، خداوند همه‌شان را حفظ بکنند، تقریباً ما 25 استاد داریم که من کمترینشان از نگاه منزلت و علم می‌باشم. همه ایشان استادان ما هستند و همه ایشان بر ما منت گذاشتند و همه ایشان برای نشر و پخش خیر یک دست و یک صدا هستند. یک بار بیشترین اینها در پانتون سلام در یک محفل اشتراک ورزیدند که این محفل برای بار چهارم از فارغان دپارتمنت زبان عربی برگزار شده بود و همچنان در پانتون میوند و مرکز حجاز که آنها هم فارغان داشتند. جناب دکتر صاحب، در افغانستان بسیاری از محصلین مشتاق درس خواندن در پانتونهای جهانی می باشند. پس در این رابطه اگر بگویید که قبول شدن در پانتون ازهر شریف و معهد مصری چی گونه است؟ کشور مصر لله الحمد هر سال بیش از 100 بورسیه تحصیلی می دهد. البته یک بورسیه بیشتر از 50,000 دلار آمریکایی مصرف دارد و این بورسیه ها به تمامی فرزندان افغانستان داده می شود. که در این زمره فارغان معهد ازهری نیز شامل می باشند. یعنی هر شاگردی که از صنف سوم ثانوی معهد ازهری واقعی کابل فارغ می شود، هر محصل کامیاب حق دارد تا عازم کشور مصر شود بدون این که از وی امتحان گرفته شود. با مجرد این که از اینجا از صنف سوم ثانویه از ازهری فارغ می شود، به طور مستقیم به پانتون ازهر می روند. اما محصلین بدون اینها، از آنها به زبان عربی امتحان گرفته می شود. البته امتحان شامل قرآن کریم، مضمون ثقافت اسلامی، مضامین فکری و علمی می باشد و بعضی سوالهای عام مربوط به فرهنگ می باشد تا علمیت و تسلط این محصل در رابطه به فرهنگ ها شناسایی شود و هر کسی که کامیاب می شود و نمرات مشخص را کسب می کند، کمیته امتحان برایشان تعیین می شود. و بیشتر وقت این کمیته متشکل از هیئت علمای ازهر می باشد. خداوند همه‌شان را حفظ کنند و خداوند در علم و عمل و اخلاقشان برکت بیفزاید. به طور مثال، اگر محصل توانست این نمرات را کسب کند، این اوراقش در جریان سفرش تکمیل می شود و عازم کشور مصر می شود تا در آنجا مسیر علمی خویش را به اتمام برساند. مثلا اگر از معهد ازهری افغانستان فارغ شده باشد، صنف 13 و 14 می خواند و اگر از 14 فارغ یا لیسانس داشته باشد، در مصر ماستری می خواند و اگر ماستری داشته باشد، بالاخره سند دکترا را به دست می آورد. آیا شما فرق میان محصلین افغان و محصلین سایر کشورها ملاحظه نموده اید؟ مثلا در صحبت کردن و یادگیریشان؟ من برادران افغان را دریافتم که به زبان عربی فصیح خوبتر از اهل این زبانش صحبت می کنند. یعنی بعضی محصلین افغان را می شناسیم که به زبان عربی فصیح بهتر از خود عرب ها صحبت می کنند. بلکه حتی در خود افغانستان محصلین معهد ازهری را داریم که حتی لهجه عامیانه را از خود مصری ها خوبتر و بهتر صحبت می کنند. چون بیشتر در مصر با مردم زندگی می کنند. چون بیشتر با مردم مصری زندگی مشترک و زیاد نشست و برخاست داشته می باشند. و آنها گفتن ماند که حتی در بزرگان و رئیس جمهورهای افغانستان ما بعضی داریم که از پانتون ازهر شریف فارغ شدند و دوی آنها از رؤسای مجلس وزیران بودند که از ازهر شریف فارغ شده بودند.
جناب دکتر صاحب، شما با شمول افغانستان کشورهای دیگری که مشاهده نمودید کدام کشورهای جهان می باشد؟ من ضمن افغانستان کشورهای دیگری که برایش سفری داشتم، مثلا کشور عربستان سعودی می باشد که تقریبا 3 سال آنجا بودیم و همچنان سلطنت عمان را مشاهده نمودیم و تقریبا 7 سال آنجا بودیم. پیام شما برای بینندگان عزیز چیست؟ اگر کدام نصیحتی باشد، اولتر از همه برای خود و بعد برای بینندگان گرامیم تقدیم می کنم و در این راستا می خواهم بگویم که ما باید با خود محاسبه داشته باشیم. ما باید وحدت و یک پارچگی و اتفاق را داشته باشیم. در چیزی که ما اختلاف کرده ایم از آن هیچ چشم پوشی کرده نمی توانیم. حق را قبول کن، این که گفته ای هر کس باشد، مادامی که حق باشد و مادامی که وی رضایت خداوندی را در آن بخواهد و مادامی که این حق برای وصول به مراتب اولیای دنیوی نباشد. ما باید یک دیگر را بپذیریم. ما اگر گفتگو می کنیم باید آداب اسلامی را در آن در نظر داشته باشیم. در این مورد در یک حدیث آمده است که روز یک شخص کافر یعنی عتبه ابن ربیعه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت که اگر از تلاش های دینیت زعامت و رهبری را می خواهی، پس ما تو را زعیم و رهبر خود تعیین خواهیم کرد. اگر مال می خواهی، ما از بهترین مال های منطقه را برایتان جمع آوری می کنیم و اگر خانم می خواهی، ما از زیباترین زنها را برایتان به ازدواج در می آوریم. اما این که آنچه که خودت می گویی بر اثر مرض سحر و خوابها باشد، بگویید تا ما برایتان از بهترین و ماهرترین دکترها بخواهیم. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حرفایش را قطع نکرد، چون خوب شنیدن یکی از آداب گفتگو می باشد. سپس پرش گفت که آیا حرفهای تمام شد ای ابوالولید؟ گفت بله. گفت پس حال از من بشنو. بسم الله الرحمن الرحیم. پس در این صورت عتبه ابن ربیعه دستش را بر دهن پیامبرمان گذاشت و برایش گفت تو را به خدا قسم که این آیتها را مکمل نخوان، مادامی که در آن برق آسا می باشد. ما به ادب گفتگو نیاز داریم. ما به اولین آیه سوره عنکبوت نیاز داریم که الله متعال می فرماید پس چی فکر می کنید که اگر این مسلمان باشد، پس به طریقه اولا بهتر است که با وی به خیلی نرمی و ادب صحبت و گفتگو صورت بگیرد. از ما مسلمان ها همین خواسته شده که یک دیگر را دوست داشته باشیم. ما باید قلب های من را از منافقت و حقد و حسد و به یک دیگر پشت را دور دادن را فراموش بکنیم. مطلوب همین است که ما باید قلب های من از محبت، رحمت و الفت و مودت و برادری پر بسازیم. چند لحظه قبل هنگامی که در زینه ها بلند می شدم، شما در این جلسه اشتراک داشته باشیم، با دیدار برادرم استاد محمد خالد مشرف شدم. پس هنگامی که در زینه ها بلند می شدم برایش گفتم که برادرم، من در سیرت یک موقف عجیب را خواندم و من چقدر آرزو دارم تا این چیز را به شکل تطبیقی و عملی در جامعه خود پیاده ببینم. و آن این است که این داستان در میان پیامبرمان و خلیفه اولی اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می باشد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به خیمه ام معبد اللؤیمی رسید و خواست تا گوسفند را بدوشد، پس من یک کلان کاسه را آوردم که از پیام شما رابطه به صلح و آشتی چیست؟ این حرفا را که میزنم در حقیقت به خاطر صلح و آشتی آن را میگویم. حرف آخرینم در مورد صلح است. در این عصر فتنه ها برای جوانان پیامتان چیست؟ پیامم که آن را در یک جمله مختصر می سازم و می گویم که در عصر فتنه ها هیچ معصیتی را انجام ندهید. در عصر فتنه ها هیچ معصیتی را انجام ندهید. نمی زیبد که در یک طرف من فتنه ها باشد و یک جوان مسلمان بیاید و مرتکب معصیت شود. چرا که اگر وای مثلا در اینجا در کابل معصیت را انجام دهد، سپس میبینی که شخص دیگری حتی در قاهره مصر از آن متاثر شده و سومی آن در سلطنت عمان و چهارمیشان به همین منوال متاثر میشود. چرا که ما من حیث یک جسد هستیم. اگر معصیت در یک انسان به وجود آید، انسان دیگری جزایش را نیز میبیند. از تشریف آوریتان ممنون و متشکر میباشیم.
باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. خب مصاحبه داشتم ودون صاحب با دکتر ایمان الصلاح در مورد زبان عربی صحبت کردیم و در مورد موارد مختلفی از همچنان افغانستانی که به افغانستان اینا آمدن و چطور افغانستان انتخاب کردن و چی باعث شد که در بین کشورها، اگرچه خود دکتر صاحب صلاح گفت که ما به اروپا هم سفر کردیم و بعضی از کشورهای مثل یمن اینا هم سفر کرده بود، ولی انگیزش جای عجیبه این بود که چطور افغانستان انتخاب کرده و ای که بعضی از اساتید یاد کرد که اینا همش در افغانستان بودن. و البته یک نکته دیگر هم که خیلی بر من جای تعجب نیست و جای تعجب پیش در نکته دوم است که برای هر دوش هم میخوایم بگم جای تعجبی نیست که افغان ها یا هم کسانی که در افغانستان یا خراسان زمین زندگی کردن مثل افغانستان ایران اینجا خیلی خدمت کردن به زبان عربی، مثلا در باب نحو صرف که گرامر عربی است جای تعجب نیست که افغان از کسانی از افغانستان مثل عبدالرحمن جامی، امام سیبوی، خود امام ابو حنیفه کتاب های زیادی نوشته کردن. ولی جای تعجب اینجاست ودان صاحب که گرگویی که با خود عرب ها روبرو شوی، اگر از فصاحت زبان عربی صحبت بکنی، اگر از بلاغتش صحبت بکنی، یا هم اگر بخوای که همراشان فصحا صحبت بکنی، اینا فرار میکنن، خصوصا به محضی که بگویی که از علم نحو یا هم گرامر عربی که نحو صرف هست صحبت بکنی، میگم ما نمیتونیم در این مورد صحبت بکنیم چون نمیفهمن اکثریت. ولی اقلیت یک تعداد خاصی هستن که در نقطه میفهمن و البته قواعدی که تأسیس شده در گرامر زبان عربی هم اکثریت شده، مثل عبدالرحمن جامی که شرح کتاب به نام کافیه هست رو نوشته و تا امروز هم در مدارس و دارالعلوم ها تدریس میشه، تا در پانزه های شرعیات اینا تدریس میشه. و کتاب دیگری که از امام سیبوی هست به نام کتاب صرف است که تحت نام سعدیه تدریس میشه و همچنان مختصر المانی، کتاب های بسیار بزرگی هست که در باب بلاغت و بلاغت و فصاحت تدریس میشه که همش را مؤلفینش که ائمه یا هم دانشمندایی هستن که در این سرزمین زندگی کردن و در این سرزمین بودن. و همچنان یک تفسیر دیگر هم میخوایم بگیم اودان صاحب، من بسیار جای تعجب بود، یک تفسیر ما پیدا کردم، یک دانشمند افغان بود که از ولایت مزار هست، اینا رفتن به مدینه، به نام مقاتل بن حیان. مقاتل بن حیان کسی بود که یک تفسیر هم نوشته کرده و تفسیرش تو امروزی روز کاربرد داره، خصوصا در مدینه منوره دانشمندان مدینه منوره تا امروزی روز هم از استفاده میکنن. نو خبر در عربی ژبه است و ملکزی صاحب خدیر منانه کوچه ساسو در مصاحبه جباره وکره نو ارتجاره گرسو. لکه څنګه چې پوهیږو په قطر کې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، ولسمشر غنی هم تللی دی دوحې ته. له دې وړاندې بیا ښاغلی عبدالله عبدالله د ملي مصالحې مشر په رسمي سفر باندې پاکستان او هندوستان ته ولاړی. نو په همدې تړاو مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو. فرهاد حکیمي زموږ همکار رسنیز سټوډیو کې دی. حکیمي صاحب ډېر ښه راغلاست عصر الهلت. به نام ذات پروردګار بی همتا و با عرض سلام خدمت شما وادان صاحب محترم و همچنان نجیب جان و به همکارای دیگه ما در اتاق فرمان مرکزی ژوندی وسه. ولی وړاندې لیدې چې حکیمی صاحب ته ولاړ سو، زو حکیمی صاحب یو لاند ریپورت جوړ کړی، دغه کوری بیرته جره کړو. در حالی که نزدیک به 20 روز از گشایش روند مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر میگذرد، اما انوس این روند با گونه ی رسمی آغاز نشده و آیت های دو طرف نتوانستند به یک نتیجه برسند. در همین حال شماره از آگاهان سیاسی در کشور از متوقف بودن این روند نگرانی کرده، میگویند که اراده جدی به خاطر آمدن صلح در کشور وجود ندارد. نبود اراده سیاسی قوی در قبال صلح سرتاسری در افغانستان است. اگر اراده قوی وجود داشته باشه که صلح بیاید، صلح تنزل است، امتیاز خواهی نیست. با محال این سبب معطلی شده و این که ما چطور میتونیم اعتماد به دست بیاریم، همونطور که اعتماد سازی در داخل افغانستان یک ضرورت است، در همسایه و منطقه و جهان هم افغان ها باید اعتماد سازی بکنن. مشکل تراشی های ارگ هستند که به نحو از آنها پروسه های صلح بیش از مذاکرات صلح بیش از 3 هفته میشه نتایج مثبت نداشته
این سنگ اندازی های ارگ است و این بنبست های ارگ هستند که به نحوی از آنها ایجاد کرده. مگر این لحظه که با شما صحبت میکنیم با 19 مورد توافق صورت گرفته، فقط یک مورد اختلاف باقی مانده، امیدوار هستیم که به زودی حل شود. از سوی دیگر رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک منطقوی افغانستان سفر رئیس جمهور غنی به قطر را نیز به نتیجه میداند و همچنان ابراز امیدواری میکند که سفرهای رئیس شورای مصالحه ملی به کشورهای منطقه بتواند نتیجه خوب بر روند گفتگوهای صلح جاری داشته باشد. در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان آقای محمد اشرف غنی باید بگویم که ظاهرا زیاد یک سفر پر دستاورد نبوده و میشه که را بگویم یک سفر حاشیه‌ای بوده. یک مقدار شاید حکومت افغانستان خواسته با واسطه سفر نشان بده که با قضیه صلح دلچسپی داره و او را تعقیب میکنه و از طرف هم دولت قطر به این نیاز داشت که از می قضیه صلح استفاده کرده و روابط نزدیکتر با حکومت افغانستان ایجاد کنه. اما سفرهای آقای عبدالله با پاکستان و هندوستان فکر میکنم تاثیر بیشتری بر روند صلح داره، به خاطر که در روند صلح فعلی افغانستان پاکستان خیلی دخیل است. به این خاطر این سفر به دستاورد نبوده و این سفر به خاطر ایجاد هماهنگی منطقوی در رابطه با صلح افغانستان خوب بوده. در همین حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در سومین روز سفر خود به دهلی نو با نارندرا مودی نخست وزیر هند دیدار کرده است. امروز رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دهلی جدید با نخست وزیر هند نارندرا مودی صحبت داشتند. در این صحبت ها مودی از پروسه صلح افغانستان حمایت خود را اعلان کردند و گفتند که صلح برای هند قابل قبول است که برای مردم افغانستان قابل قبول باشه و اینها حمایت میکنند و گفتند که بعد از صلح مخالفین مسلح و تروریست ها در افغانستان جای نخواهد داشت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم از نقش هند و از حمایت های هند تشکر کرد. با این وجود برخی از شهروندان کشور نیز از هیئت های مذاکره کننده دو طرف می خواهند که هرچه زودتر این گفتگوها را به نتیجه برسانند، زیرا به گفته آنها مردم دیگر از جنگ خسته شدند. صلح آرزوی همه مردم افغانستان است و ما هم خواهان صلح هستیم و می خواهیم کسانی که نماینده هایی که در قطر حضور دارند و به نمایندگی از مردم، خدا کنه به یک صلح و سرتاسری و آرامی و سر تا سر افغانستان شود. امسال بخیر یک صلح آرامی شود که مردم خیلی تشنه صلح هست. خواست ما این است که همی گفتگوهای صلح هر چی زودتر به نتیجه برسه، چون مردم افغانستان بسیار زیاد تشنه صلح هستند و یک صلح سرتاسری در کشور ما به وجود بیاید. مردم افغانستان بسیار از جنگ خسته شده، می خواهم که برنامه صلح هر چی زودتر بهتر دوباره اثر گرفته شود تا مردم افغانستان از این بدبختی و رنج غم نجات یابند. این نگرانی ها در حال صورت می گیرد که گفتگوهای صلح بین الافغانی در دوحه قطر متوقف است و سفر رئیس جمهور غنی نیست نتوانست این گره را باز کند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان در قطر گفته است که گفتگوهای صلح بین الافغانی باید در سالها نه بلکه در ماها نتیجه دهد. حال دیده شود که سفرهای منطقوی رئیس شورای مصالحه ملی می تواند این گره را باز کند یا خیر، چیزی که در آینده های نزدیک مشخص می شود. وستون داده دری اونه کیجی چه پا قطر که ده افغان یا بین الافغانی خبری روانه دی، خب پایله تر وسه نده رسنوی سره اونه ده افغان ملت سره ورند سوی ده. حکیمی صاحب مرسل ده حکیمی صاحب که پسر که ده ولسمشر غنی ده سفر پا آره چه لومنه کویت سو لاره و بیا قطر ده ده مخیره تو هست چه اصلی مخواد سوا؟ بازم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و میخوام در مورد از اینکه شما اشاره کردین که هدف سفر آقای غنی از کویت دوباره به قطر چی بوده.
خب اول ایشان به کویت به خاطر رفته بودن که به خاطر هم غم شریکی که بوده اونجا، به خاطر امیر اونجا رفته بودن و بعد به قطر سفر کردن و در قطر دیداری داشتن با امیر قطر و میگونه با رهبران دیگه کشور داشتن و با هیئت گفتگو کنند افغانستان هم داشتن و در کل میخواستن ببینن که ارزیابی کنن که اونجا رفتار یا روشی که مذاکرات در اونجا جریان داره چگونه است. بس حالا نگرانی است که مثلا گفتگوها به هیچ نتیجه نرسیده، نه با رسانه ها شریک میشن این خبرهایی که اونجا جریان داره و نه چیزی که ملت میخواین از گفتگوها به اون نتیجه رسیدن. فکر میکنین که اصل کار کجاست؟ بله، شما اشاره کردین در این مورد که گفتگوها به نتیجه نرسیده، ولی یک چیز باید اضافه کنم اینجا در صحبت شما که گفتگوها کماکان پیش رفته ولی که از یک هفته به این طرف متوقف است. روی یک مسئله دیگه هم به توافق رسیدن. دفعه بعد که جمع امرای شما صحبت میکردم دفعه پیش البته گفته بودم که روی 18 مسئله، ولی این بار میگم که یک مسئله خوشی دیگه هم اینجا آمده که یک مسئله دیگه هم به توافق رسیدن و تنها یک مسئله دیگه پابرجا مانده و انشالله که گفتگو اگر آغاز شوه حل خواهد شد. پس به سوال خبرنگاری میرسیم که زمانی که میگیم که گفتگو استاد شده میگیم چرا؟ جواب چرا را داریم اینجا؟ خب امی که جواب چرا را میگیم، ما و شما خود ما میدانیم امواره وقتی که گفتگوها آغاز میشه یا متوقف میشه بیشتر معلوم دار است. اینجا وقتی که مذاکره دو طرف میکنن گاهی اوقات بعض مشکلات سر رای مذاکرات میاید و ای انسان ها و نباید هموطنان ما ناامید باشن، انشاءالله که به یک امید دست خواهد یافت. نگرانی ها چیست؟ خب نگرانی هایی که وجود داره، روز گذشته میخوایم اشاره کنم که روز گذشته یک نشستی از طرف خبرنگاران برگزار شده بود به عنوان رسانه ها و ساله. نگرانی شما بود که مبادا این گفتگوها به شکست مواجه شود و ما به نتیجه نرسیم و مردم ما از آیت های گفتگو کنند دو طرف خواستشان نمیست که باید هر چیز زودتر این مذاکرات و پیش ببرند تا که باشه گفتگوهای صلح بین الافغانی به یک نتیجه برسه. خوشبینی وجود داره؟ خوشبینی ها 100% وجود داره. ان شاء الله که ما به یک نتیجه خود رسیدیم و نماینده خاص آمریکا هم در امور افغانستان در قطر صحبت کردن. آقای خلیلزاد گفتن که اما باید امید داشته باشن به این، وقتی که اونا هم صحبت کردن که آمریکا با طالبان بعد مدت 8 ماه 9 ماه به نتیجه رسید و یک آینده یک کشور است، نه تنها باید به سالها نرسه بلکه به ماها باید به نتیجه خاطر است. دیر منن هم کار مو فرهاد کیمیر سر خبروان کیو لنده د ماخلو برتجره کرزو. دست ریلان خبروانی د پایشی بیدی دست ریلان خبروانی تا بیاشر اقلاست. بازم خوش آمدید و آیستا آیستا میرسیم به پایان برنامه امروزمون. انشالله که خسته نشده باشید و از برنامه هی از رحلال چیزهای آموخته باشید و لحظات هم تفریح برای همه ایتان شده باشد. خب خداحافظی میکنیم. سپاس از اینکه بیننده ای از رحلال بودید. همه شما خب رنده ندید چی خود پامانه که زیاد پشتن در سکان کتاب لوله کنه. بله کتاب میخوانم آدان صاحب، ولی همین روز کتاب نخوندیم و دیروز هم نخوندیم که در دو جای بسیار مضروب بود. غیر ازیری کرده نو تاس غیر ازیری مکوید سمیر گوندی انشالله مثل آدان صاحب هم نکنین انشالله. از باون دیر کتاب هم ملولی ما هم کتاب میخوانم مراتو کوی چه کتاب هم ملولو هم تاس هم موش. خو فکر کنم در خبرمانی در پایش بیدی کتاس غاره در خبرمان و نور خبرمانی و گوری پر یوتیوب بندی کتال سی پاته مده هلال تی وی مش فیسبوک پانه دستر خوش کوالی سی کوالی سی مش تلگرام دستر سبسکرایب که او که غاره پیام را تر اولیجی نو در وستاپ لجالی سی حتما خبر نظرون رو مش در شریک چی در خبرمانی در شوالی لپاره کم کارانو کر. بله مناجات هم آمده نشده از با تماشای مناجات همه ایتان را به الله میسپاریم. در دعاهایتان ما را فراموش نکنید. وقت بخیر. الله نگهدار. خود پر زبان نوبندی پام کوی دختر پمن. الهی الهی ای کریم که بخشنده عطایی و ای حکیم که پوشنده خطایی و ای احد که در ذات و صفات بی همتایی و ای خالق که راهنمایی و ای قادر که خدایی را سزایی به ذات لایزال خود و به صفات با کمال خود و به عزت و جلال خود و به عظمت جمال خود که جان ما را صفای خود ده، دل ما را هوای خود ده، چشم ما را ضیای خود ده و ما را آن ده که آن به یارب.
یارب تو مرا انابتی روزی کن، شایسته خیش طاعتی روزی کن، زان پیش که فارغ شوم از کار جهان، اندر دو جهان فراغت روزی کن. الهی الهی، ای بیننده نمازها، ای پذیرنده نیازها، ای داننده رازها و ای شنونده آوازها، ای مطلع بر حقایق و ای مهربان بر خلائق، عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر، اگر بگیری بر ما حجت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداریم، از بنده خطا آید و زلت و از تو عطا آید و رحمت.